بازم خوش اومدید. حالا با کودا یا پایانه حجاب سر و کار داریم. پایانه حجاب، پایان حجاب هم گفتند، سایه حجاب گفتند که این سایه دنباله گفتند این کودا رو. حالا ما همون با همون پایانه اونو بگیم، آغازه این رو هم بگیم پایانه، که البته با ترمینال اشتباه نشه. خب حالا در پایان ما گفتیم حد اکثر 4 همخوان میتونیم داشته باشیم، یعنی خوشه پایانی ما حد اکثر خوشه 4 همخوانی خواهد بود. و باز طبق اون چیزی که در مورد آغاز گفتیم، با توجه به اینکه همخوانها داخل پرانتز هستند و انتخابی هستند، ممکنه هیچ کدوم رو انتخاب نکنیم. در اون صورت هجای ما 0 کودا خواهد بود، یعنی دنباله 0. اونجا آغازه 0 داشتیم، اینجا دنباله 0. No final consonant یعنی حجاب واکه ختم میشه، مثل فا، ف، سی، تو، تو. حالا اگر اینجا دقت بکنید میبینید مثال هایی که ما زدیم همه واکه های بلند هستند. این دوتا نقطه هم علامت کشش هست. واکه های بلند رو اینجا قرار دادیم و این محدودیت در هجای انگلیسی هست. ببینید وقتی ما کودا نداریم، یعنی دنباله نداریم در هجا، اون هجا رو میگیم هجای باز، یعنی هجایی که به واکه ختم میشه هجای باز هست. در انگلیسی هجای باز نمیتونه به واکه کوتاه ختم بشه، یعنی واکه های کوتاه در هجای باز نمیان. پس وقتی که میگیم 0 کودا یا دنباله 0، واکه کوتاه نخواهیم داشت. این رو حالا بعدن هم در مورد صحبت میکنیم. خب از 4 تا همخوان حالا یکی رو انتخاب میکنیم، میشه چی؟ one consonant، دنباله‌ای که فقط از یک همخوان تشکیل شده. در اینجا هم محدودیت کم است، یعنی هر همخوانی میتونه در پایان هجا بیاد مگر ه، و و ی. هر ما در فارسی داریم در پایان هجا، مثلا تفاوت بین ما و ماه در همون ه هست در آخر هجا، ولی در انگلیسی شما نمیتونید هجایی پیدا کنید که به ه ختم شده باشه و همونطور به و و به ی. اگر همچی حالتی داشته باشیم، هر همخوانی در پایان میتونه بیاد غیر از ه و و ی، و اون همخوان رو همخوان پایانی میگیم. اون کانسوننت رو گفتیم فاینال. خب در انگلیسی آر پی که ما باش سر و کار داریم یا کتابمون سر و کار داره باش، ما ر رو در پایان هجا نمی بینیم، یعنی در جاهایی که ر هست در نوشتار معمولی، در تلفظ بریتیش آر پی اون ر تلفظ نمیشه، در نتیجه هجا باز میشه. ولی این در مورد تلفظ آمریکایی دیگه صادق نیست. تلفظ آمریکایی
روتیک اکسنت هست، رارنگ هست، ر رو تلفظ میکنند و چون ر تلفظ میشه خب در پایان هجا دیده میشه. انگلیسی رو میگیم نان روتیک یعنی غیر رارنگ، ولی آمریکایی رارنگ یا روتیک هست. خب اون یک همخوان داریم در پایانه هجا و اون یک همخوان رو گفتیم فاینال. حالا از اون چهار تا امکان دوتا رو انتخاب میکنیم، یعنی خوشه دو همخوانی داریم. در این صورت امکاناتی که داریم اینه که ما پری فاینال و فاینال داشته باشیم، یعنی اون صدای آخر رو گفتیم فاینال، حالا قبل از اون فاینال یک همخوان اضافه میشه و در اینجا محدودیت هست. ببینید برای فاینال گفتیم محدودیت کم است، شما ه و و ی رو ندارید، الا بریتیش انگلیش ر رو هم بهش اضافه بکنید. این فاینالمون مشخصه، ولی پری فاینال محدودیت داره، یا خیشومیا هستند مثل م ن اونگ، یا ل هست که لترال هست، یا س. یعنی غیر از این پنج تا صدا دیگه ما قبل از اون همخوان آخری نمیتونیم همخوان دیگه ای داشته باشیم. خب مثال هایی که داریم دمت، اینجا پری فاینالمون ما هست و پ فایناله. سنت ما پری فایناله. سینک اون پری فاینال هست. بلت ل پری فایناله و پاست س پری فاینال هست. خب حالت دوم اینه که ما این پری فاینال ها رو نداشته باشیم، یعنی من ل و س نداشته باشیم. اون موقع فاینال پشت سرش یه همخوان میاد که خوش دوتایی تشکیل بده. خواهیم داشت فاینال پلاس پوست فاینال، و پوست فاینال هم اینجا محدودیت داره، س ز ت د س. برای این که بتونید راحت این رو به خاطر بسپارید، میتونید علامت جمع رو در نظر بگیرید، س یا ز میتونه باشه، و علامت گذشته در فعل ت و د. البته اون حالت سومی رو اینجا نداریم چون همخوان دیگه نمیشه. خب پس علامت جمع علامت گذشته، و این س هم بگیم علامت عدد ترتیبی، مثلا میخواییم بگیم پنجم میگیم فیفت، این س در اون آخر میاد. پس در خوشه دو همخوانی در پایانه فاینال رو داریم، فاینال هم قبلا گفتیم چه صداهایی هست، به اضافه پوست فاینال که پوست فاینال میتونه این پنج تا صدا باشه. مثال هامون looked در اینجا past tense، looks علامت سوم شخص مفرده، یا اگر look رو اسم بگیم looks علامت جمع، bags علامت جمع، hand حالا اینجا گذشته نیست ولی جزء واژه هست شد hand، و warmth من سر گفتم علامت عدد ترتیبی ولی در اینجا علامت اسم ساز هست که از صفت
اسم ساخته. اینجا من فقط میخواستم یک نیمانک دیوایس بدم، یک ابزاری که کمک بکنه به شما یاد داشته باشید. گفتم علامت جمع، علامت گذشته، علامت عدد ترتیبی. خب باز تمرین دارید، این درها رو گوش بدید، انجام بدید. بریم سراغ خوشه های ستایی و چهارتایی. حالا اگر سه تا از اون همخوان ها رو انتخاب کرده باشیم، یعنی واژه ای داشته باشیم که بعض واژه خوشه ستایی داشته باشه، اون موقع باز دو حالت خواهیم داشت، یا پری فاینال پلاس فاینال پلاس پوست فاینال خواهد بود. خب پری فاینال اینها رو قبلا گفتیم، مثل helped loved bonds و banks. این یک حالته. یا حالت دوم اینه که پری فاینال نداریم، با فاینال شروع میشه و اون ستایی که پشت سر فاینال میاد پوست فاینال یک پوست فاینال دو میشه، مثل fifth که گفتم اون علامت عدد ترتیبیه، ولی اینجا جمع هم بسته شده، یه تلفظش هم مشکلی خود طولانی تر میشه. fifth next کس و ت. و آخرین امکانمون خوشه چهارتایی است که این خوشه چهارتایی، این پری فاینال رو هم بهش اضافه میکنیم، پری فاینال فاینال پوست فاینال 1 اند پوست فاینال 2، مثل prompts و 12. دوباره تمرین دارید، این تمرین ها رو انجام بدید، گوش بدید، تمرین بکنید که این کلاستر ها رو خوب یاد بگیرید. ما چون در فارسی خوشه آغازین نداریم، یعنی هجایی نداریم که با خوشه همخوانی شروع بشه، خیلی وقتا میبینیم که زبان آموزان ساختار هجای انگلیسی رو تبدیل میکنن به ساختار فارسی تا بتونن راحت تر تلفظ بکنن. این ساختار براشون آشناتر هست. در نتیجه خوشه همخانه اول هجا رو تبدیل میکنن به دو هجا، مثلا student رو student میگن، student. این رو دقت بکنید که این کار نباید بشه. اگه میخواید student بگید، همون س که تلفظ میشه بلافاصله پشت سرش ت رو تلفظ بکنید، اولش واکه اضافه نکنید، میشه student sky. و بقیه حالا در پلی هم ممکنه بگم پلی پلی، وقتی در فارسی هم و اونو پلیش کن، ولی پلی. و اینها رو تمرین کنید با این سی دی، تمرین شماره 5. و کودا هم اینجا تموم میشه. دوباره من میخوام یک بریک بهتون بدم، یک استراحتی بکنیم برگردیم. منتها قبل از استراحت اینجا دیگه ما خلاصه ساختار هجا رو داریم و مثالی هم که داریم واژه splashed هست، که splashed یک هجا هست، تک هجایی است. این هجا میگیم از onset و رایم تشکیل شده. این قسمت دوم واژه هست که قافیه اون رو تعیین میکنه. مثلا ما اگر میگیم ماست و بگیم یه کلمه هم قافیه با اون بگید، ممکنه بگیم راست،
یعنی فقط همان اول را عوض میکنیم، واکه و اون خوشه همخانه بعد از اون یعنی پایانه عوض نمیشه. راست، ماست، کاست، اینها با هم قافیه میشن. پس قافیه رو اون مرکز ثقل هجا به اضافه دنباله هش یا به اضافه پایانه هجا تشکیل میده. پس هر هجایی از یک آغازه و قافیه تشکیل شده، قافیه از یک قله پیک یا مرکز هسته تشکیل شده و به اضافه دنباله یا پایانه هجا. خب یک استراحت بکنیم، برگردیم، حالا این خلاصه رو با یه سلاید دیگه هم نشون میدم.